ای دختر زیون بسیار شادی کن و ای دختر اورشلیم فریاد بلند سرده. هان پادشاهت نزد تو می آید، او عادل و صاحب نجات است. ای دروازه ها سرهای خود را برافرازید، ای درهای قدیمی برافراشته شوید تا شاه جلال داخل شود. این شاه جلال کیست؟ خداوند نیرومند و دلوار، خداوندی که در جنگ دلوار است. ای دروازه ها سرهای خود را برافرازید، ای درهای قدیمی برافراشته شوید تا شاه جلال داخل شود. این شاه جلال کیست؟ خداوند لشکرها، اوست شاه جلال. خدای پدر و پسر و روح قدس جلال باش، از اول بود، اکنون تا همیشه. آمین. خداوند با شما باشد. دعا می کنیم. پروردگار عیسی مسیح، قدرت خود را روشن ساز، به سوی ما بیا تا ما از شر زندگی گناه آلود به نجات تو برسیم. ما را محافظت کن تا به رستگاری برسیم. از طریق پروردگار من عیسی مسیح پسر تو که با تو و روح قدس از ازل تا ابد زندگی و فرمان روایی می کند. آمین. رومیان 13:8-14. هیچ دینی به کسی نداشته باشید جز این که یک دیگر را پیوسته محبت کنید. زیرا هر که به دیگری محبت کند در واقع شریعت را به جا می آورد. زیرا احکام زنا ما کن، قتل ما کن، دزدی ما کن، طمع ورز و هر حکم دیگری که باشد همه در این کلام خلاصه می شود که همسایت را همچون خویشتن محبت کن. محبت به همسایه خود بعدی نمی کند. پس محبت تحقق شریعت است و شما با آگاهی از این که در چه زمانی به سر می برید چنین کنید. زیرا همکنون ساعت آن رسیده است که از خواب بیدار شوید، چرا که اکنون در مقایسی با زمانی که ایمان آوردیم نجات ما نزدیکتر شده است. شب رو به پایان است و روز نزدیک شده است. پیش بیایید، پس بیایید عمل تاریکی را به سوی نهیم و زر نور را دربار کنیم. بیایید آنگونه رفتار کنیم که شایسته کسانی است که در روشنایی روز به سر می‌برند.
پس او قط خود را در بزمها و میگساری و هرزگی و عیشه و جدل و خست سپاری نکنید، بلکه عیسی مسیح خداوند را دربار کنید و در پای ارزای امیال نفس خود ما باشید. هللویا. از زیون که کامل زیبایی است خدا تجلی می کند، خدای ما می آید و خاموش نخواهد ماند. هللویا. انجیل عیسی مسیح متی 21 نشانهای 1-9. چون به یروشلیم نزدیک شدند و به بیت فاجه در دمنای کوه زیتون رسیدند، عیسی دو تن از شاگردان خود را فرستاد، به آنان فرمود: به دهکده ای که پیش روی شماست بروید، به مخز ورود الاغ را با کورش بسته خواهید یافت، آنها را باز کنید و نزد من آورید. اگر کسی سخنی به شما گفت، بگویید خداوند بدنهای نیاز دارد و او بیدرنگ آنها را خواهد فرستاد. این امر واقع شد تا آنچه نبی گفت بود تحقق یابد، که به دختر زیون گویید: هم پادشاهت نزد تو می آید فروتن و سوار بر الاغ، بر کور الاغ. آن دو شاگرد رفتند و طبق فرمان عیسی عمل کردند. آنان الاغ و کورش را آوردند و رده های خود را بر آنها افکندند
و او بر رده های نشست. جمعیتان بوهی نیز رده های خود را بر سر راه گستردند و ایده ها نیز شخه های درختان را بریده در راه می گستردند. جمعیتی که پیش پیش او می رفتند و گروهی که از پس او می آمدند فریاد کنان می گفتند: هوشیانا بر پسر داوود، مبارک است آن که به نام خداوند می آید، هوشیانا در عرش برین. انجیل عیسی مسیح. من ایمان دارم به خدای پدر قادر مطلق خالق آسمان و زمین و به پسر یگانه او خداوند ما عیسی مسیح که به وسیله روح قدس در رحم قرار گرفت و از مریم باکر متولد شد و در حکومت پنتیوس پیلاتوس علم کشید و مصلوب شده به مرگ و مدفون گردید و به علام ارواح نزول کرد و در روز سوم از مردگان برخاست و آسمان صعود نموده به دست راست خدای پدر قادر مطلق نشسته است و از آنجا خواهد آمد تا زندگان و مردگان را داوری نماید. من ایمان دارم به روح قدس و به کلیسای مقدس جمع مسیحی و به اجماع مقدسین و به آمرزش گناهان، به قیامت جسمانی و به حیات جاودان. آمین. پیس و برکت خدا همراهی با شما باشد. خطبه امروز از ارمیا 23 نشانهای 5 تا 8. خداوند می فرماید: هن روزهایی می آید که شخهی عادل برای داوود برپا می کنم، پادشاهی که به خردمندی سلطنت خواهد کرد و عدل و انصاف را در این سرزمین به اجرا در خواهد آورد. در ایام او یهودا نجات خواهد یافت و اسرائیل در امنیت به سر خواهد برد و نامی که بدان نامیده خواهد شد این است: یهوه عدالت ما. پس خداوند می فرماید: هن ایامی می آید که دیگر نخواهند گفت
Sugandbe hayate Yahve ke bani Esraelra as sarzamine mesre birun avot. Balke sugandbe hayate Yahve ke nasle khandane Esraelra as sarzamine shomal va as tamame sarzamin haye ke ananra betamja rande bud birun avorde ast. Ange anan dar sarzamine khish saken khahand shod. خداوند این کلمه را برکت دهد. آمین. زمانی که ارمیا نبی پیشگویی می کرد، دوران سرنوشت ساز بود و آینده نسل های بعدی قوم اسرائیل را تعیین کرده است. ما در تاریخ کوتاهی من نیز چنین زمانهایی را می شناسیم. برخی از انتخاب های نادرست در گذشته باعث رنج های زیادی برای نسل های بعدی در آینده بودند. زمانی که ارمیا از شخص آینده داوود صحبت می کرد، 597 قبل از میلاد بود. یروشلیم قبلا توسط بابلیان تصرف شده بود. اگرچه شهر هنوز ویران نشده بود، طبقات اجتماعی بالا ربوده شدند و پادشاه به اسارت برده شده بود. یک دولت بابلی دولت بانی اسرائیل را جایگزین کرد. با این حال اکثر بانی اسرائیلیان اجازه داشتند در اسرائیل بمانند. یهودیان حتی دوباره پادشاهی خودشان را به دست آوردند. آن پادشاه عمومی شاه مخلوق شده بود. نبوکدنزر او را به عنوان پادشاه دست نشانده منصوب کرد و او را صدقیا نامیده که معنی آن اسم عدل خداست. صدقیا مانند تمام اجدادش تا سلمان از نظر خون و اصل از فرزندان واقع داوود بود. با این حال او مانند بسیاری از پیشینیان خود عدالت خدا را در نظر نداشت. همچنین عدالت خدا راهنمای سلطنت او نبود. در عوض در طول 10 سال سلطنتش افکار خودش را دنبال می کند و او همچنین توسط مشاورانش بیشتر و بیشتر به ماجراجویی رانه شد. ارمیا می دونست چه اتفاقی خواهد افتاد و خوشدار می داد، اما بیفیده بود. این ماجرای پادشاه به شورش علی قدرت جهانی بابل انجامید. پادشاه زدقیا سوگند وفاداری را که برای نبوکدنزر یاد کرده بود شکست. به این دلیل محاصر دوم یروشلیم بدتر از اولی بود. خونریزی بیشتری نتیجه آن شورش بود. شهر سوخته و ویران شد و این بار تقریبا همه مردم ربوده شدند. آنها 70 سال در بابل اسیر بودند. ارمیا همه اینها را بارها و بارها با کلمات تکان دهنده پیشگویی کرده بود و توصیه کرده بود بهتر است با سکوت و امید به خداوند توکل کنند. ماجراجویی احمقانه بیفایده بود. برعکس آنها بایستی صبور می بودند و یاد می گرفتند که صبور باشند تا زمانی که خداوند اجازه بدهد سرنوشت بهتری شروع شود. خداوند پروردگار تاریخ است، پروردگار مردمان و حکمران کل جهان است و عدالت خود را اجرا خواهد کرد. اما آنها سخنان ارمیا را نادیده گرفتند و مردم و کشور به طور کامل و برای مدت طولانی ویران شد. اما ارمیا که همه اینها را دید، چگونه می توانست
اصلاً از امید آینده صحبت کند؟ به ویژه چگونه می توانست در مورد یک شاخه عادل جدید داوود پادشاه و شبان خاندان داوود صحبت کند؟ زیرا همین پادشاهان به طوری کلی شریر بودند. و چگونه می توانست انتظار داشته باشد که اسرائیلیان دوباره در سرزمین خود زندگی کنند؟ آنچه او در روز گاری می دید جز خون و آوار و اشک در مکان بیگانه نبود و هیچ کس همه اینها را بهتر از ارمیا نمی دونست که دستور خدا را اجرا کرد که پیشگویی همین ویرانی بود. اما همانجا می توانیم ببینیم که ارمیا افکار خود را دنبال نمی کرد، بلکه تنها به افکار خدا تمرکز می کرد و نه به نام خود، بلکه به نام خداوند سخنرانی می کرد. و دقیقا همان کلمات برای او رنج زیادی به همراهی داشت. نور امید از سینه خودش بیرون نیامد. به نور امیدی که خداوند به او داد با وجود قضاوت سخت هنوز وفادار ماند و خواست و ایده های قبلی را اجرا کند. و به همین دلیل ارمیا توانست کلماتی مانند این را بگوید: هان روزهایی می آید که شخه ی عادل برای داوود برپا می کنم، پادشاهی که به خردمندی سلطنت خواهد کرد و عدل و انصاف را در این سرزمین به اجرا در خواهد آورد. در ایام او یهودا نجات خواهد یافت و اسرائیلی در امنیت به سر خواهد برد و نامی که بدان نامیده خواهد شد این است: یحوه عدالت ما. ابتدا خدا از طریق ناتان نبی به داوود وعده داد که پادشاه عادل خواهد آمد. از نظر سیاسی به نظر می رسد که خداوند به این وعده عمل نخواهد کرد. لذا برخی گمان بر کردند که خداوند به وعده خود عمل نمی کند. نه، ارمیا می گوید هرگز، هرگز، زیرا خداوند چنین می فرماید: هم روزهایی می آید که شخه‌ای عادل برای داوود برپا می کنم. ارمیا مورد چگونگی و زمانی وقوع این اتفاق خبر نداشت. چگونه می توانست چنین چیزی را تصور کند وقتی همه چیز مخالف آن بود؟ دوران تازه را فقط از عمل و گفتار خدا می توان استنباط کرد و خدا گفت: می خواهم آنها را بیدار کنم. خدا به همه سخنانش وفادار است. او همچنین کلام ناتان به داوود را حذف نمی کرد. او اجازه داد که با طرز شگفت‌انگیزی برآورده شود. خداوند به سخنان خود جمع عمل پوشاند. او این کار را عمیق‌تر و واضح‌تر از آنچه ارمیا تصور می کرد انجام داد. و این به این دلیل است که منظور او سیاست نبود، بلکه به معانی معنوی بود. پادشاهی که قرار بود بیاید، پادشاهی حقیقت بود که پادشاهی او سر جهان را در بر گرفت و حتی به پادشاهی ابدی خدا منتهی شد. عیسی مسیح پادشاهی نجات و شبان نیکو برای مردم از همه ملت ها و زبان ها است که به صدای او گوش فرار می دهند و به همین کسانی که از او کمک می خواهد عدالت او داده می شود و می توانند از طریق عیسی منجی ما در پیشگاه خدا بایستند. بنابراین در دوران تاریک کلام باشکوه به عیسی مسیح تحقق یافت. از نظر سیاسی مردم اسرائیل دیگر هرگز به ملت بزرگ تبدیل نشدند. بعدها اسرائیلیان فقط استانی از امپراتوری ایران بود.
پس از آن مدت تیتولانی تخت حکومت سوریه. پس از شورش کوتاهی توسط مکابیان آنها تابع رومیان شدند. اما دیگر هرگز پادشاهی از خاندان داوود وجود نداشت. پادشاهی هرودس که رومیان تبرک کردند یک یهودی واقعی نبود و با شجر نام داوود نیز کاری نداشت. و به این ترتیب 600 سال بین ارمیا و عیسی گذشت. بنی اسرائیل فراموش شدند. اما خدا می دونست که چه می خواهد انجام داد. و خداوند آنچه را که وعده داده است انجام داد. آنچه را که مردم قبلاً فراموش کردند، خدا در روز گر خود باز خرید کرد. خدا گفت: شخهی عادل برای داوود برپا می کنم. فرزند صالح به آن کسی بود که مریم در بیت لحم به دنیا آورد و یوسف او را به فرزندی پذیرفت. او عیسی مسیح است. ما به درستی می توانیم او را بخوانیم: خداوند عدالت ماست. تخت او ما یاری می شویم و زیرا سایه او به صالح و آرامش می رسیم. او به ما کمک می کند تا با خدا زندگی می کنیم و در او اقامت داشته باشیم و در قلب پدر باشیم. او خانه همیشگی و ابدی ماست. در تاریخ ما نیز روزگاری پر رشوب، سردرگم و تقدیر میز است. ما آرزوی این زمانهای تاریک را نداریم و همچنین برای صلح و آرامش دنیا و آزادی دعا میکنیم. اما آیا میدونیم چه چیزی دیگری در انتظار ماست؟ اکنون آنچه باید بیاید خواهد آمد. هم در تاریخ بزرگ جهان و هم در زندگی خصوصی ما یک پادشاه و ارباب، یک شبان و نجی داریم و خواهیم داشت که مشتاق قوی تر از مرگ است، که عشقش قوی تر از مرگ است و قدرت او ما را حتی از هلاکت نجات می دهد. خداوند عدالت ماست، خداوند آرامش ماست، امنیت ماست. این نیز راهی در این زندگی فنا پذیر است. فرزند داوود عیسی معجزه امیزترین واجه عدالت و صلح ماست، راهی که فقط خدا می تواند تصور و اجرا کند. یعنی فرد صالحی جان خود را برای ستمگر به عنوان قربانی بدهد و خدا عیسی را که مصلوب شده بود از مرگ رستخیز کرده است تا زندگی جاودانی بر همه حکومت کند. به واسطه او می توانیم با خدا زندگی کنیم. با آمرزش گناهان به زندگی امیدوار می شویم و ما به حق اقامت در خانه پدری ابدی امیدواریم، زیرا پادشاه و شبان از ما پیش رفته است و از ما مراقبت می کند. از طریق او به خانه می رسیم. از طریق عیسی ما شریک که یک داستان طولانی هستیم و همچنین با سخنان امید ارمیا مرتبط هستیم. قوم خدا دوباره به خانه خواهند آمد. با شکوه‌تر و پایدارتر از اسرائیلی که اجازه یافت از مصر به سرزمین پدران بازگردد. تمام وعده های دیگر در مورد پادشاهی بنی اسرائیل محقق نشد. نه، حتی از تاریخ سرزمین اسرائیل آنها فقط در عیسی برآورده شدند و خدا همه مردم را از سراسر جهان و از همه زبان ها به خانه جدید و به یروشلیم جدید هدایت می کند. همانطور که رسول پولس یک بار گفت: یروشلیم که در بالاست، او مادر همه ماست. این سرزمین موعود بین دریای مدیترانه و در دره یوردان نیست
از تاریخ عیسی خانه بختری به دست آمده و به روی ما گشوده شده است. بهشت ابدی و سرزمین پدر است. آسمان جدید است و زمین جدید است که در آن عدالت سکونت می کند. همه کسانی که به شاخه صالح داوود عیسی ایمان دارند به آنجا خواهند رسید. همه کسانی که می گویند خداوند عدالت ماست، خداوند کمک کن تا به آنها باشیم. آمین. دعا می کنیم. عواقب مرگ و میر در زندگی ما آشکار است. اما مسیح از مرگ برخاسته است و دوباره خواهد آمد تا ما را از تاریخ شکوه و جلالش، از همه ترسها و شریرها آزاد کند. از این باب تشکر می کنیم و دعا می کنیم که روز غریب دقت با آن روز با هوشیاری نزدیک شویم. ما از پیغام خداوند متعال سپاس گذاریم و برای کلیسا درخواست میکنیم اسخف ها، کشیش ها و همکاران کلیسا را بیدار کن. به کلیسای خود کمک کن تا به پادشاه خدا با کلام و عمل شهادت بدهد و عشق مسیح را به همه مردم منتقل کند. از راهنمایی که کلیسا از عیسی گرفت مراقبت کن تا کلیسا در تمام شهر در جهان وفادار باقی بماند و بتواند پیغام نجات را از طریق عیسی اعلام کند و هم بتواند در مراسم مقدس غسل تعمید و شام آخر را منتقل کند. با تمام دل و جان، فکر و روان و احساس برای مسئولیت دولت و علم دعا می کنیم تا رنج انسان ها در کل دنیا شفا یابد و در حضور تو خداوند می ایستیم و از تو درهای باز و راه های بیرون از این بحران کرونا را درخواست می کنیم. به افرادی که مورد آزار و اذیت هستند کمک کن. به افرادی که باید فرار کنند کمک کن. به افرادی که عزیزان خود را از دست داده آن تسلیده، مردم را به حکومتی بسپار که بتواند با صلح و عدالت زندگی کند. اجازه ده تا با خوشحالی به روز آینده خود نزد پروردگار من بیاییم. پروردگار را به زودی بیا. تو که با خدای پدر و روح قدس برای همیشه زندگی میکنی. آمین. پدر آسمانی ما، مقدس باد نام تو، بگذار ملکوت تو بیاید و اراده تو همچنان که در آسمان است در زمین نیز انجام گردد. نان روزانه ما را امروز به ما بده، گناهان ما را ببخش همانطور که ما گناهان دیگران را میبخشیم.
مارا به وسوسه نینداز، بلکه مارا از شر رهایی بده، زیرا ملکوت و قدرت و جلال از آن توست تا ابد. آمین. برو به صلح و آرامش خداوند. خداوند شما را برکت دهد و از شما محافظت فرماید. خداوند نور چهر خود به شما روشن سازد و بر شما رحمتی فرماید. خداوند به شما بنگرد و به شما صلح و آرامش عطا فرماید.